برام خدا، سلام بر شما، به برنامه نگرش خوش آمدید. موضوع بحث ما بالای اظهارات مقامات وزارت دفاع ایالات متحده امریکا است که در پیوند به افغانستان بیان کرده است. اونا گفتند که آنچه در افغانستان و خصوص در کندوز و سایر نقاط افغانستان روی میدهد، این گفته تعجب آور نیست، زیرا گفته افغانستان هنوز در فصل جنگی است. و مهمانان من در استودیو آقای محب الله سمیم، والی پیشین پکتیکا، و آقای برنا سالی، آگاه روابط بین الملل. و قرار است تا لحظات بعد آقای موسی فریور، استاد دانشگاه، نیز در بحث با ما اشتراک کنند. مهمانان گرامی، سلام، به برنامه ما خوش آمدید. آقای صالحی، میخوایم بحث با شما آغاز کنیم. واقعا آنچه که در کندوز و سایر نقاط افغانستان، حالا هلمند، بغلان و دیگر است و ساعات افغانستان میگذرد، این تعجب آور نیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما جناب والی سبابیندهای محترم سلام عرض میکنم. مسئله جنگ افغانستان در کل، حالا بس قندس هم بخشی از این جنگ، یک مقدار داره پیچیده تر میشه و باعث نگرانی هم برای جامعه بین المللی هم برای مردم افغانستان بوده میتونه. اما یکی که بگوییم به صورت طبیعی، من یک مقدار موافق نیستم، به خاطر که هیچ کسی توقع و انتظار یک چنین حادثه ای را نداشت که سال گذشته هم قندس سقوط بکنه، یک سال پس از او دوباره هم سقوط بکنه. زمانی که تکرار میشه دقیقا این به امر طبیعی تبدیل نمیشه؟ نه خیر، وقتی شما یک چیزی را از قبل میفهمین که چنین چیزی صورت میگیره، توقع و انتظارش هم داشته باشین، طبیعی امور میگه. شما هم 12 ساعت پوره شد میفهمین که شب میشه، باز هم زمان دیگه که تا 24 ساعت میمونه میفهمین که صبح میشه. حالا باید داریم سال گذشته هم چنین شد و سال جاری همچنان. ببینین، شاید به سال آینده ای امر تکرار نشوه اگر اقدامات درست و مؤثر در قبال دفاع و حمایت از مردم قندوز صورت بگیره. اما یک مسئله را فراموش نکنیم که با رفتن قوت‌های خارجی از افغانستان و کم شدن حملات نیروهای خارجی بر علیه مخالفین مسلح دولت افغانستان، دیده شد یک مقدار مخالفین خط راست کردن و نیروهای داخلی ما هم به نسبت کم شدن امو حمایه که چه هوایی بود چه پشتبند خارجی به اصطلاح بود و مضاف به ای که بحث تحول در نظام، یعنی حکومت گذشته رفت و حکومت جدید آمد، مشکلاتی که وجود داشت و بحث فساد داری و مسائل دیگه ای که حالا نسبت به گذشته بیشتر شده، تمام از یاد است و دست هم داد که در منطقه قندوز یا در منطقه شمال شرق، در کل قندوز، بغلان، بدخشان و قسمت های یمستخار، معادله یا موازنه جنگ و نفع مخالفین تغییر بکنه. حالا چرا شمال؟ چرا شمال؟ ما شاهد بودیم که 13 سال یا 12 سال وضعیت جنوب خوب نبود، اما به یک بارگی ما شاهد بودیم. ببینید، وضعیت جنوب والی هم خوب نیست. شما وقتی که از هلمند میشنوین، وقتی که از فرا میشنوین، از شندند میشنوین، حتی شرق افغانستان کنار جلال آباد و نورستان و اینا، جنگ در همه جا هست. در گذشته ها جنگ مختص به جنوب و قسمت های از غرب افغانستان بود، ولی حالا جنگ به شمال و شمال شرق افغانستان هم سرایت کرده به صورت حساب سابقه. ای ناشی از عدم توجه درست و دقیق حامیان بین المللی افغانستان در بحث جنگ و صلح در افغانستان، بعد از اینکه اونا نیروهایشان کم کردن، از او هم میشه و از طرف هم مدیریت جنگ یک مقدار نسبت به گذشته دیده میشه که ضعیفتر عمل میکنن، به او شکلی که ما در گذشته هیچگاه شاهد نبودیم که یک ولسوالی به صورت مکمل و 100% در اختیار مخالفین قرار گرفته باشه. و از وجهت باز گذشته از تمام از یا بس روحیه بسیار مهم است. در گذشته طالب ها به اندازه که امروز امیدوار هستند میتونن شهرها را بگیرن و حتی میتونن که سقوط بتن حتی حکومت را. حالا بس همی است پیش از اونا که دوران اواخر حکومت دکتر نجیب در افغانستان تکرار میشه، نیروهای خارجی از افغانستان برآمدند، کنفرانس بروکسل هم تقریبا
به نظر من تا جای دوباره این پیام میخواست برسانه به مردم افغانستان، دولت افغانستان و مخالفین، قضیه به او سمت پیش نمیره. ولی این مسئله را که امریکایی ها گفتن به صورت طبیعی یک چنین چیزای در جنگ رخ میده، خب غیر از این چه باید بگوین؟ این برای از او هم آیا چیز دیگر جز همین جمله نداشتن که بگوین؟ نفهمیدم. آیا حرفا و بالاخره جملات دیگر نداشتن جز همین جمله؟ شاید جملات دیگر می بود که میگفتن، ولی این بحث را که بحث جنگ طبیعی است که یک ولایت سقوط میکنه، این دیگه طبیعی نیست. اشاره کردن که تعجب آور نیست. بسیار تعجب آور است. تعجب آور به این هست که علی رغم حمایت بین المللی، علی رغم اقدر تبلیغ و ادعا و سفر و نمیدانم کوچک نشان دادن طالبان و بزرگ نمایی از نیروهای امنیتی و از دولت یا حکومت وحدت ملی، در نهایتش هم سقوط دوباره قندوز، این دیگه به نظر ما نه تنها برای افغانها یا برای حکومت وحدت ملی، بلکه برای حامیان بین المللی افغانستان هم بخصوص در ایالات متحده امریکا یک شرم کلان است. یعنی ما حالا نیروهای امنیتی افغانستان را وقتی تعریف تمجید میکنیم، هیچ وقت به این معنا نباید باشه که ما بگوییم این نیروها به او حد از خودکفایی رسیدن که دیگه به هیچ حمایتی از طرف حامیان و بین المللی ایشان در حال حاضر یا در کوتاه مدت اینا محتاج نیستن. یعنی باید حمایت شوند، باید توجه بین المللی، اگر بحث مبارزه با تروریسم صادقانه است، وجود داشته باشه تا مردم افغانستان و دولت افغانستان شاهد متاسفانه یا بدبختانه سقوط های بعدی مانند قندوز نباشند. آقای صمیم، میپذیرین که وضعیت کنونی افغانستان، حالا قندوز، هلمند، بالاخره بغلان و دیگر ولایت، دقیقا نگم ره تعجب آور نیست چیزی را که وزارت دفاع ایالات متحده امریکا بیان کرده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته دی میز درنو ملګرو ته ټولو هیوادوالو ته. زما په نظر د افغانستان جګړه موږ مخکې هم ویلي دي، اوس بیا وری وایم چې مهم بود بهرنی یا بیرونی ده. یعنی د افغانستان خلک په دې جګړه کې د سون مواد دي او پکې طلب کیږي، قرباني کیږي، چې له بده مرغه په دې وروستیو کې بیا یو ځلی کندوز ډیره برخه له سقوط سره مخ شو. همداراز په بغلان کې، په هلمند کې، په روزګان کې جګړه تنده سوې ده او شدت اخیستی ده. هغه بهرنی بود په دې معنی چې تاسې ګورئ طالبانو په سیمه کې یا لیږ له سیمې وړاندې نور نوي حامیان یا تر یو بریده ووایم نوي ملګري پیدا کړي دي. تاسې په جریان کې په دې وروستیو کې روسیې واضح وویل چې طالبان نور د موږ لپاره تهدید نه ده او له موږ سره دښمني نه کوي او د موږ دښمن یوازې داعش ده. دلته داسې بریښي چې روسانو له طالبانو سره تر یو بریده مشترکه ژبه پیدا کړې ده او د ملا منصور وژنه په پاکستان کې د ایران په واسطه له روسانو سره د هغوی تماسونه، دا د دې معنا لري چې طالبان د طالبانو د هغه یعنی د روابطو یو نوی پړاو هم په لاره اچولی ده چې دوی په دې ورځو کې ډېره تنده جګړه کوي تر څو د سقوط د کندوز د دوم ځل سقوط باعث وګرځېدل. نو دلته داسې امریکایان عملا د افغانستان له حکومت سره له امنیتي ځواکونو سره ولاړ دي، قاطع حمایت کوي د ناټو غړي هیوادونه دلته د موږ د امنیتي ځواکونو. کله چې جګړه تنده شوه او طالبانو یو څه برلاسی ترلاسه کړه، دلته امریکایانو دغه څرګندونې وکړې چې دا یو طبیعي امر و، یعنی جګړه ده په افغانستان کې، ستونزې دي، مشکلات دي، نو بناً داسې حوادث به رامنځته کیږي، د دې لپاره چې ځان ته یې د خلاصون یوه لاره پیدا کړي. دا خبره دقیقا به خاطر تغییر اذهان مردم چنین
اظهارات را بیان کردن این که اهداف دیگر اینا دارن. دوی د دې لپاره دا خبره وکړه چې یعنی د جګړه په افغانستان کې یو طبیعي امر ده او جګړه روانه ده. په جګړه کې دوی په وینا کله بور دي کله باخ دي کله څنګه کله څنګه، اما دا دې معنی نه لري چې افغانان دې تل په جګړه کې وسوځيږي، تل دې زموږ خلک ووژل سي. د امریکا متحده ایالات د ناټو غړي هیوادونه دي، د افغانستان ملي اردو ملي امنیتي ځواکونه لکه څنګه چې وعده کړې ده په قاطعیت سره دې تمویل کړي، په قاطعیت سره دې حمایه کړي، هوایي حمایه دې وکړي، استخباراتي معلومات شریک کړي. له بده مرغه د کندوز په جګړه کې، په دا اوسنۍ جګړه کې ډېر سوالونه له سړي سره پیدا کېږي چې زموږ کشفي ارګانونه چې په کندوز کې دي یا مرکزي کشفي ارګانونه د دغه واقعې یا د دغه حادثې یا د دغسې حملې په رابطه دوی څنګه معلومات نه درلودل چې دوی باید مخه نیولې وه. همداراز محلي ادارې ولې له خلکو سره مشترکه ژبه نه درلوده، ولې خلک له دوی سره نه ول؟ په کلیو کې، په ولسوالیو کې طالبان را تیریږي او مرکز ته ښار ته راځي او دوی ته هیڅوک ټلیفون نه کوي. پس دقیقا اینجا مشکل برمیگردد بر داخل نه بر خارجی ها، چون یعنی دیمه خپل داخلی مشکلات او ستونزې هم سته، خو د خارجانو حمایه لکه څنګه چې دوی ویلي د هغسې حمایه یې نه ده کړې. دوی باید هغسې حمایه وکړي لکه څنګه چې په تړون کې لرو، لکه څنګه چې مثلا دوی قاطع حمایت اعلان کړی ده. د هغه حمایت په رڼا کې دوی باید زموږ امنیتي ارګانونه تمویل کړي او حمایه یې کړي، کشفي او نور معلوماتونه ورسره شریک کړي تر څو د افغانستان دښمنان ونه توانېږي چې زموږ خلک دغسې وځوري لکه په کندوز کې وځور. آقای والی، تعداد از کارشناسان نظامي میگن که بزرگترین سلاحی را که مخالفان مسئله دولت افغانستان استعمال میکنن دقیقا همو RPG است، یا همو راکت سرشانی به عقیده مردم عوام. ولی خوشبختانه نیروهای امنیتی افغانستان تیارات جد دارن، بالاخره هلیکوپترها دارن و بالاخره سلاح پیشرفته همچنان دارن. باز ما شما ایده میگم که باید خارجی ها بیاین و برای ما کمک آنچنانی کنن، در حالی که سلاح های مخالف مسئله ما به اون شکل است. فکر نمیکنید که اینجا ضعف در نظام است، ضعف در مدیریت است، نه در تجهیز نبودن؟ په مدیریت کې تر یو بریده ستونزې شته. د حکومت اوسنی سیستم، اوسنی جوړښت خپله یوه ستونزه ده. د امنیتي ارګانونو ګمارنې، البته د پراس کې خبره کوم، سربازانو ته او سرتیرو ته او ټیټ رتبه او سایمنصبانو افسرانو ته مې د سلامي قرباني ورکوي، په قرباني دا وطن ساتنه ده. اما اوسنی سیستم، اوسنی جوړښت خپله یوه ستونزه ده. M55 اشاره شما سن اوس ګوری که همغږي موجوده وي، ګوری په جګړه کې اصول دا دي چې تعرض چې څوک کوي هغه قوتونه دوه چنده د دفاعي قوت استعمالي در حالې چې بلاکس لس چنده زموږ قوتونه په هغې ساحه کې موجود دي، اما متاسفانه بیا هم نتیجه نه ده ورکړې. موږ ځکه وایو چې خارجیان دې خپل قاطع حمایت وکړي، موږ جوړ نه یو. ستونزه په مخ کې ده، د موږ حالت ته، د موږ مرض ته، د موږ تکلیف ته په کتلو سره چې دوی را سره ستراتیژیک شریکان دي، ملګري دي، له موږ سره دي داسې یو حرکت وکړي، داسې قدم دې را سره واخلي سي د افغانستان خلک له بدبختي راووځي، له وژنو او له جګړې راووځي. جناب استاد، شما را به برنامه خوش آمدید. جناب استاد، اکنون نیروهای امنیتی افغانستان حمایت جامعه جهانی را دارند. روزانه 12 میلیون دلار مصرف امنی روی امنیتی افغانستان است. 350,000 نیروی امنیتی در افغانستان داریم، ولی هنوز هم جنگ نه یک کاهش یافته بلکه افزایش می‌یابد و بالاخره می افزایش و سقوط به نحو از آنها. ایالات متحده آمریکا میگه که یک موضوعی است و بالاخره یک موضوع تعجب آور نیست. از دید شما مشکل در کجاست با توجه به حمایت قاطع خارجی ها، مصرف روزانه 12 میلیون دلار، حمایت مردم از نیروی امنیتی افغانستان و بالاخره تعدادشان هم دقیقاً مشخص است، 350,000 نیروی امنیتی افغانستان؟ بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین با عرض سلام به شنونده و بیننده، همکاران تخنیکی شما و شرکای بحث خود. متاسفانه محاسباتی که در افغانستان صورت میگیره مبتنی بر واقعیات عینی جامعه افغانستان نیست. چرا این ناهمگی وجود داره در افغانستان؟ و خوب است در مقدمه مراتب همدردی عمیق قلبی خود به شهروندان مظلوم قندوز، هلمند، اروزگان، فرا و سایر نقاطی که معروض به جنگ هستند و قربانی میتن
و تا اجساد شهدا در کوچه و در خانه مانده و فرصت نیافتند که شهدای خود برند جنازه کنند و دفن کنند، پیشکش میکنم. متاسفانه ما یک نظام با مسئولیت یا حکومت پاسخگو در افغانستان نداریم و آب از جا تکان نمیخوره. شما در مقدمه گفتین وقتی که ایالات متحده آمریکا میگه که یک چیز عجیب نیست، بله، یعنی معنایش ایست که باید افغانا به می بی‌حسی و به می بی‌تفاوتی کشته شود. مراجع که بیاید مثلا کمیسیون نامستقل حقوق بشر در حال کجاست که بیاید از حقوق شهروندهای مظلوم افغانستان در ولایت معروض به جنگ و بحران و قتل و کشتار انتحار دفاع کنند؟ شورای ملی افغانستان که هیچ گونه دیگه مبنای مشروعیت در افغانستان نداره و علظاهر با سرتنبگی میگن ما نماینده مردم هستیم، با می سرتنبگی که دعا میکنن ما نماینده مردم هستیم، یا کجاستن؟ جامعه مدنی که آبشخورشان خارجی هست و سفارتخانه هست، با حفظ حرمت با آدم های خوبی که با ظالمانه ما را نکوبیم به یک چوب، و امروز کجاستن که صدای اعتراض خود بلند نمیکنن؟ و اگر در مجموع همی صداها بلند شود که افغانستان با بای بسیار گزاف دو مایده کلان استراتژیک با ایالات متحده امریکا و مایده همکاری امنیتی دفاعی با ایالات متحده امریکا داره، امروز که مایده به درد ملت افغانستان نخوره، امروز که مایده به نفع مظلومای قندوز، اروزگان، فرا و هلمند نخوره، پس این مایده را مردم افغانستان در فرق خود بزنه، یا در فرق آقای غنی و عبدالله بزنه، یا در فرق باراک اوباما بزنه، به فرق کی بزنه؟ متاسفانه یک بی‌حسی مطلق در جامعه محاکم است. یک ادم گویا موظف هستند که سکوت کنند، سکوت معنادار و به عباره دیگر سکوت خائنانه. چرا در برابر فجایع ساکت هستند و چرا صدای اعتراض بلند نمیشه؟ حالا من چرا را میخوام صدا شما بفهمم، چرا صدا بلند نمیشه؟ ما میخوایم بگویم به خاطر که وقتی که بادار کلان میگه که بر ما این موضوع قابل تعجب نیست، هم دیگه میفهمن که تصمیم از کجا گرفته میشه. تصمیم ما نمیگیریم، تصمیم سران حکومت وحدت ملی نمیگیره، سران تصمیم قوای امنیتی و دفاعی افغانستان نمیگیره، تصمیم آمریکا هم میگیره. متاسفانه یک از مشخصات کشور جان سیم است. تصمیم ناتو میگیره. اما به عنوان یک شخصی که بر صلح ما کار میکنم و نباید کسی را به جنگ تشویق کنم و ما مخالف جنگ هستم و برنامه های دیگه از این تریبیون آریان نیوز گفتیم که من یکی از کسایی هستم که در صف شورای صلح نجات افغانستان برای قامی صلح تلاش میکنم. اعتقاد ما ایست که جنگ راه حل نیست. آل غرب هم میگه، ناتو هم میگه، پاکستان هم میگه، ایران هم میگه، ترکیه و سعودی هم میگه، هندوستان هم میگه، چین هم میگه، همه کشورها میگن که جنگ راه حل نیست. اما در عمل میبینیم که جنگ به پیش میبرن. ملت اصلا غایب است. پیام ما به عنوان یک شهروند با مسئولیت مسلمان به ملت افغانستان، کسایی که صدای مرا میشنوند، دو دوست عزیزی مرا میشنوند، ایست که ملت باید روی صحنه بیاید. ملت باید در برابر جنگی که از ما نیست ولی از ما قربانی میگیره، باید صدای اعتراض خود بلند کنه. یک چیز دیگر هم جناب استاد باید در نظر داشته باشیم، در بعض موارد ملت صدای خود بلند کردن اما متاسفانه سرکوب شده. ببینید برای پروژه سیاسی، مثال براتون، برای پروژه سیاسی خارجی ها و ارباب اقتدار حاضر هستند که هزارها نفر در روی صحنه بیارن. بله. ما شاهد هستیم، نامشام نمیگیرم. ما دیدیم اما امروز کجا هستند؟ اما امروز چرا صدای اعتراض علیه جنایاتی که در افغانستان به شکل نظاممند و سیستماتیک انجام میافه بلند نمیکنن؟ اگر بحث شهروندی باشه، هر شهروند افغانستان که کشته میشه در حقیقت ما و شما کشته میشیم. تا چی وقت بازو بران در قریه و در ولایت و در استان به گفته خود تو جبه باز تو صدای اعتراض تا بلند کنی و بری در بلژیک باز عکس العمل نشان بدی و بری در لندن عکس العمل نشان بدی؟ امروز شما کجاستین که نم در برابر همین جنایاتی که به شکل نظاممند علی ملت مظلوم افغانستان انجام میافت شما ساکت هستین؟ به این معنا که شما ریموت کنترلتون به دست خودتان نیست، به دست دیگراست. شما چرا نمیرین امی صدای اعتراض در برابر جنگ افروزا هم از داخلی و خارجی و دولت مخالفان مسئله دولت در مجامع بین المللی بلند نمیکنین؟ بنام ما میخواهیم بگویم تا ملت وارد صحنه نشه،
تا ملت خودش تصمیم نگیره که با جنگ و جنگ افروزان نانگویه، سرنوشت افغانستان بهتر از این نخواهد بود و نباید انتظار بیوده بکشه. تشکر. آقای سالی، در قسمت از بیانیه وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا آمده که وضعیت افغانستان خطرناک گفته، اما چند لحظه پیش مشاهده کردم که ایالات متحده آمریکا و وزارت دفاعش گفته بود که وضعیت کنونی افغانستان تعجب آور نیست. میخوایم اینجا مشخص کنین که کدام عوامل وضعیت افغانستان خطرناک ساخته؟ ببینین، اول همین تناقضی را که شما گفتین در گفته های مقام های امریکایی، خود خودش این سوال برانگیز است. دقیقا. یا اونا برنامه درست به اینجا ندارن، یا اونا نیت صادقانه برای ختم جنگ در افغانستان ندارن، یا این که مصرف کمپانه جنگ پیگیری و تعقیب میکنن، یا واقعا مخالفین مسلح افغانستان، حالا یا طالب یا داعش یا هر کس دیگه، به او حد از توانایی رسیده که ایالات متحده امریکا با تناقض حرف میزنه روی مسئله افغانستان جنگ قندس. اما چیزی که همیشه همه صاحب نظران و حتی مردم عادی افغانستان مزلات کشور را و ادامه جنگ در کشور گفته، خب هم دو بحث داخلی و خارجی، یکی به مسئولیتی حکومت ها، عدم پاسخگوییشان، ناتواناییشان، افتراق دیدگاهایشان و اختلافات قومی و سمتی و زبانی و گروهیشان، حتی دست بالا باعث شده که ما و توانایی لازم در برابر موانع و چالش های پیش روی ما، حالا نظامی یا سیاسی یا فرهنگی را نداشته باشیم. متاسفانه یک مشخصه از در تمام در اکثریت کشورهای جهان سوا. بله، یعنی در افغانستان بیشتر است و ما 40 سال جنگ را تجربه کردیم. یکی از عوامل عمده و فربیش همین بحث نبودن یک زعامت ملی پاسخگو و مسئول، این یک طرف قضیه. اما بحث دیگه که برای امریکایی ها باید نگران کننده باشه، در این اواخر هم رقابتی است که میان امریکایی ها و روسا در سوریه پیش آمده، نه تنها در سوریه بلکه در کل خاورمیانه و در سطح کلانتر در کل نظام بین الملل. وقتی ما به افغانستان نگاه میکنیم و به نیروهایی که در افغانستان سابقه جنگ و صلح میان هم دارن و رابطه از یارا با کشورهای همسایه و کشورهای دور میبینیم، اوضاع افغانستان باید خیلی پیچیده تر از آنچه باشه که ما فکر میکنیم. پاکستان من حیث یک عامل عمده مشکل ساز در افغانستان، ایران دیگه، روسیه دیگه، هند دیگه، ایالات متحده امریکا هم که بعد از واقعه 11 سپتامبر سال 2001 حالا ده اشغال خطابش میکنن یا ده هم همکاری بین المللی و مطابق به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل آمد و افغانستان را تصاحب کرد. بله. آقای سالی، یک دیگر باید در نظر داشته باشیم که از دید واقعه گرایان دقیقا نظام بین الملل نظام انارشیک است. حالا این یک امر طبیعی است که هر کشور به نوع از اونا میان در صدد حفظ و بالاخره بالا بردن قدرت خود هستند و در صدد حفظ منافع ملی خود می باشند. در این شک نیست، ولی همیشه در افغانستان نباید اتفاق بیفته. کشورهای بسیار هستند که کشور نظام بین الملل و قدرت‌های بزرگ و قدرت‌های منطقه‌ای می‌خواهند در اوج منافع خودشان جستجو بکنند، دنبال بکنند و شاید هم منافعی را که می‌خواهند از اون کشورها بردارند، ولی همیش نباید از رای جنگ و از رای کشتار و مردم و از رای آوارگی و مسافرت و مهاجرت و دربدری یک ملت صورت بگیره. در افغانستان متاسفانه روی کرد به شکل است که ضرر اصلی را مردم افغانستان متحمل میشن، تاوان اصلی را مردم افغانستان میتن و قدرت های منطقه و فرامنطقه، خب اگر موفقیت داشتن خب او را به دست میارن، اگر نداشتن باز در یک میدان دیگه او را میخواهند از عریف در برابر عریف کسب بکنند. تخیلی یک امر طبیعی است در نظام بین الملل. یکی از مسائل بسیار جدی و عمده به نظر من در جنگ‌های اخیر افغانستان بحث نوع رابطه ما یا کشیدگی رابطه ما با پاکستان است. امی سیاست اخیر حکومت وحدت ملی، هرچند به نظر بسیاری از مردم افغانستان یک سیاست شفاف و روشن بود، سالهای سال پاکستان بر ما ظلم میکرد، جفا میکرد، ستم میکرد، حکومتهای ما هنوز پاکستانی ها را برادر میگفتند، ولی حکومت وحدت ملی رفت
رئیس جمهور گفت که پاکستانیا ما بعد از این با شما دیگه قطع رابطه میکنیم تا زمانی که شما به خواستای ما جواب معقول ندین یا به ما احترام متقابلی که ما به شما داریم نداشته باشین. اما این سیاست همراهی نشد از طرف مردم، همونطور که استاد اشاره کردن، مردم ما نتونستیم دنبال سیاست ما در صحنه و میدان بکشیم، چون سیاست ما دقیقاً مشخص نبود که بر مبنای چه ما میخوایم کار کنیم. خیلی مشخص بود ولی مردم ما نتونستیم. ما به طور مثال در همین زمان مقاومت 10% خاک افغانستان نداشتیم، 10% خاک افغانستان. توانایی ما از توانایی نظامی ما از حکومت موجود کرده خیلی پایین بود. اما دو چیز بسیار عمده وجود داشت. کدام؟ یک رهبری بسیار مسئول، یک رهبری که بر خودش اصلا چیزی نمیخواست. رهبری کارزما. یک رهبری کارزما، یک رهبری بسیار موفق. دوم، یک دایه که 10% خاک افغانستان را نمایندگیش میکرد، یک دایه معقوله که همه شمول بود بر مردم افغانستان. این به صورت خود به خودی نشد، روی از این کار صورت گرفت. بحث مقاومت من حیث یک بحث کلان مطرح شد. این بحث مقاومت را نگذاشتن سمتی شود، نگذاشتن زبانی شود، نگذاشتن قومی شود، بسط کل افغانستانی را تبلیغ کردن، گسترش دادن. این همی باعث شد ما در یک مرحله که در برابر پاکستان به صورت مستقیم تا بگویم می جنگیدیم، یعنی با حمایت مردم بتونیم حداقل همون موازی را که داریم حفظ بکنیم با قوت و دنیا را متوجه بسازیم که حقانیت به جانب ماست. بله. امروز از تاریخ برمیگردیم، بیایم بر شرایط کنونی در قرن 21، در قرن در سال 2016 ایالات متحده آمریکا میگه که وضعیتی که در افغانستان است بالاخره این تعجب آور نیست، ولی گفته شرایط افغانستان خطرناک است. مشخصا شما اشاره کردن یکی از اون شرایط، یکی از اون دلایل که وضعیت افغانستان در خیلی خطرناک ساخته که مداخله پاکستان و بالاخره اتخاذ سیاست حکومت افغانستان در قبال پاکستان می باشه. دیگر دلایل هم داره یا خیر؟ ببینید دلایل دیگه هم داره. ظهور داعش هرچند حالا به اندازه طالب ها نیست، ولی این میتونه خطر بسیار جدی باشه. خطر بسیار جدی به صورت نه ای که بگوییم به افغانستان از آدرس مستقیم خود داعش، بلکه از آدرس تهدیدی را که داعش متوجه حوزه نفوذ روسا در آسیای مرکزی میکنه. داعش مسئله خلافت را باب کرده. بحث خلافت شما میدونین استاد اینجا نشستن یک بحث جهانی است در فرهنگ سیاسی اسلام. بنابراین او کسایی که دعوای خلافت دارن برای از اونا امو ایدئالشان برای رسیدن امو بخارای قدیم و سمرقند قدیم است. روسا باید بترسن. وقتی که روسا ترسیدن اونا فکر میکنن داعش از طرف غرب و ایالات متحده امریکا ساخته شده و سپورت میشه. اینا میاین وارد میشن. وقتی که اینا وارد شدن همچی دیره که شما گفتین والیس جواب داد، از طالب حمایت میکنن. بله. وقتی که دو قدرت بزرگ غول آمدن افغانستان را محل جنگ نیابتیشان، یکی از آدرس طالب و یکی از آدرس داعش قرار داد، خب این کشور از خودش یک زعامت درست و یک نظام سیستم درست هم نداره، یک توانایی لازم به اصطلاح بشری و ملی هم نداره، متاسفانه در بیروبار نمی جنگ قدرت ها می سوزه و آمال می شود. تشکر بینده های عزیز، وقفه داریم. پس از وقفه برنامه نگرش هم چنان ادامه داره. سلام مجدد، بعد از برنامه نگرش خوش آمدید. آقای صمیم، وضعیت افغانستان از طرف ایالات متحده آمریکا، وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا در خیلی خطرناک خوانده شده. حالا میخوایم از شما بپرسم که این وضعیت خطرناک چگونه امکان دارد که برای وضعیت بهتر در افغانستان مبدل شود؟ گوری به دو خبرو که یو چی جناتو کماندان هلمند تطلل و گویل چی در وضعیت خطرناک. بله. او د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزارت ویاند ویل چې دا تجربه ور نه ده. دلته داسې ښکاریږي چې په رواني لحاظ د افغانستان خلک باید جوړ سي چې دا جګړه به ادامه لري. یعنې مردم افغانستان باید بپذیرن که می قتل، کشتار، جنگ هم چرا نمیشه، باید بختی چې دلته دا دی ادامه داشته باشه. دا که هر څه په ما تیریږي نور به نو دا چې موږ منو. چې دا ډیره خطرناکه ده او دا د افغان وژنې جګړه ده او زموږ په ګاونډیو هیوادو کې او یا په
په بل کچه وایم چې دا 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 تر هریزی کیږي او بل اخر دلته د افغانانو ژوند داخلي دا خبره تر یوبری د پوری یعنی درداوره ده خطرناکه ده بل دا ده چې مخکې استاد ډېر ښې خبرې ته اشاره وکړه چې ملت یا ولس د نور لاس په کار سي او د دغسې مسایلو جواب دې ووایي له بده مرغه دا ولس په خپله تقسیم سوی ده دا ولس تقسیم ده لکه څنګه چې مو حکومت تقسیم ده لکه څنګه چې مو رهبران په خپل ځان باندې فکر کوي د ولس په فکر کې نه دي دا ولس په خپله هم ځانونه دغسې پارچه پارچه کړي دي والا امی پارچه پارچه شدن ملت هم دقیقا کارهای صورت گرفته یک زمان ما شما دقیقا ملت شدن نیم بند تجربه کردیم بله متاسفانه غطه بدبختی داده چی مختول تقسیم سوی سر یو کی گونه یو غی کی گونه کم اولس واکن سر یو غی وای نونن با دیدی جابر او ظالم او متجاویز پا مقابل که در یادل ایوان یو چوک چی یو چاته چې خپل مړی او ځوندی ډېر قدرمن د خپل کور خو راځئ د افغانستان خپل کور وبولو دا نن چې په کندوز کې څه تېرېږي دا د زغم وړ نن چې په هلمند کې څه تېرېږي نن چې په اروزګان کې څه تېرېږي دا ولې خپل نه بولو ولې په دې باندې عکس العمل نه ښیو ولې نه راووزو ولې د دښمن په مقابل کې نه درېږو که دا ټول افغانان دغه په اصطلاح دغه هغه افغانان چې واقعاً دی وطن و دی خلق و دی خاور درد در سره ده دا خود راو وزی دا نن غږ وکړي د دښمن په مقابل کې دا ولا که بیا دغه حرکت وکړي کدا اوسې کی بله بدبختانه موږ ولس نه یو موږ سره یو نه یو موږ سره یو موټی نه یو موږ سره یو همغږ نه یو موږ هیڅ په مقابل کې نه سو درېدای نه پس باید در نخست مردم متحد سو منسجم سو که سوله غواړو هم دغه ولس راوستای او که جګړه ته په جګړه جواب وایو په غږ جواب وایي په تهدید جواب وایي همدغه ولسی ویلی سي خو تر ټولو ښه خبره دا ده چې موږ سوله راولو په دې هیواد کې او د سولې لپاره باید عملا ولس قدم پورته کړي داسې سوله چې هغه پایداره وي داسې سوله چې هغه قیمت مشخص معلوم وي او د یو افغان د وینې د تویونو ارزښت هم وټاکو او د سولې په مقابل کې هغه ورکړ سوی یا ورکول کېدونکی قیمت هم وټاکو دا باید ولس وټاکي چې له بده مرغه ولس په مشکل کې ده ولس خپله ځان تباه کړی حالا این یک بحث شد که مردم باید متحد شوند و بالاخره به نحو از اونها مشکلات فروکش خواهد کرد بیایم بر از این موضوع که وضعیت بدتر کنونی را یا وضعیت خطرناک کنونی را چگونه میتونیم که ما شما را در کوتاه مدت بالاخره بهتر بسازیم با توجه بر این مسئله که ملت شدن دقیقا یک پروسه است و او نیاز به زمان طولانی داره اوس د افغانستان حکومت د خدای په خاطر او د دغه ولس په خاطر د دغه درد په خاطر د دغه ستونزو په خاطر د خلکو ګټو ته ترجیح ورکړي تر خپلو شخصي ګټو د تیر سي تر خپلو شخصي روابطو د تیر سي ضوابطو ته ترجیح ورکړي داسې چارواکي داسې مسؤلین دي په دندو باندې وګماري چې ولس او خلک ورسره رانږدې سي باور پیدا سي او ولس د حکومت تر څنګ ودرېږي د خپل امنیتي ځواکونه تر څنګ ودرېږي دښمن ته جواب ورکړي نو انګېزه پیدا شي په یوه غږ سو صحیح ده موږ د سولې خبرې کوو د سولې لپاره مو دروازه خلاصه پرېښې ده د سولې خلک د سوله کوي د جګړې خلک د جګړه وکړي ځکه مقابل لوری تر اوسه په سوله باور نه لري یعنی برنامه باید داشته باشیم در حالی که حکومت افغانستان متاسفانه بر اساس گزارش ها به برنامه میرد موږ ټول د حکمتیار پر اتک باندې مصروف یو حکمتیار راځي اصول راځي اصول رااله او دا د هغه در حال سي یو مصالح کس ته حکمتیار نه درغلی نه په توافق نامه کې لیکلی دی چې دا به دونه مصالح کسان راځي تسلیمیږي به یا سره به تسلیموي دا هیڅ خبره موږ ټول په دې مصروف بل اخره په کندوز کې داسې مشکل را پیښ په بغلان کې داسې مشکل را پیښ سي په هلمند او په روزګان په نورو ولایتو کې راځي ښه خبره دا ده چې موږ د سولې لپاره هم دروازه خلاصه پرو د جګړې لپاره داسې یو کلنداره غوره کړو چې دښمن پوه سي چې د افغانستان په حکومت کې په نظامي ارګانونو کې دا ظرفیت سته په کشپي ارګانونو کې دا ظرفیت سته چې زما له هر حرکته معلومات لري متاسفانه موږ په دې برخه کې پاتې راغلي یو او یوازنی علت یې دغه اوسنی ساختار او سیستم ده تشکر جناب استاد در 15 سال یا 14 سال اخیر بیشتر از 100 میلیارد دلار در افغانستان به مصرف رسیده
بالاخره ما صاحب 350 هزار نیروی نظامی در افغانستان شدیم و مصرف یک روز مینی رو امنیتی افغانستان 12 میلیون دلار است. اما هنوز هم متاسفانه طالبان مشکل عمده برای مردم افغانستان و نیروهای امنیتی افغانستان می باشند. از دید شما مشکلات عمده در کجاست؟ ما با ما مخالفت هایی که با آقای کرزوی داشتم مگه مرا در صفحه تلویزیون ها میبینه که احتمالا با هم مناسبات دوستانه و شخصی هم داریم، در این حالی که دیدگاه مخالف داریم. آقای کرزوی در خیمه لوی جرگه، در لوی جرگه مشورتی یک گپ بسیار عمده را عنوان کرد که باز جناب حضرت صاحب اوجا گفت که ما هجرت میکنم اگه این مایده را تو امضا نکنیم. او گفت که کلید صلح افغانستان به دست امریکاست و اگر امریکا خواسته باشه فردا در افغانستان صلح می هست. تا وقتی که ایالات متحده امریکا تضمین بر اقامه صلح بر منطقه ما این مایده را امضا نمیکنه. گذشته آقای کرزی که در کار در نظر داشته باشیم در روز تحلیلگران میگفتند که آقای کرزی اهداف سیاسی دارد. ببین گذشته آقای کرزی که در رکاب امریکا ما در افغانستان و به قدرت رسید او شک طرف میمانیم، ولی این موضع گیری آخرش منطبق با منافع افغانستان بود. وقتی که افغانستان با عنوان یک کشوری که با وجود که از نظر پرنسیپ های حقوق بین الملل تساوی حقوقی کشور یک اصل است، در حقوق بین الملل روابط بین الملل در قانون اساسی افغانستان در ماده 8 تام جزء به حساب سیاست خارجی افغانستان است، ولی از در عمل اما در عمل آیا افغانستان ما معادل ایالات متحده امریکا از لحاظ حقوقی دقیقاً؟ خب ببینید از نظر تئوری کشور مستقل است، از نظر پرکتیک نه، متاسفانه واقعیت هم است. افغانستان وقتی که ریسک بزرگم میپذیره و به حساب به امریکا نو پایگاه میته، در ازاش چی رو باید به دست بیاره؟ امی مصرف بخورنمیری که بر اردو میته که مافیای نظامی او مصرف میکنه، اجازه بتین باز در اینجا میگم که جنگ در افغانستان برای مافیای نظامی یک پروژه است. خدا میتشانه که یک جای در بگیره، یک جای جنگ مشتعل شه، بازیا مصرف مرمی را و مهمات و اسلحه و امکانات و تیل و روغنیات را تیر کنن که شما در پشت ماجرا ببینید که چه یک بازی رزیلانه چی است در جریان است. به هر صورت آقای کرزی آمد و گفت که من مایدار امضا نمیکنم و ما عضو او لوی جرگی مشورتی بود و در کمیته 20 گفتم که دوستا بیاین خیمی کسایی که مرا در صفحه تلویزیون میبینه، گفتم به در مایده خب بیاین یک عبارت یا یک جمله را میخواییم اضافه کنیم. ایالات متحده امریکا در این مایده بپذیر عمله بر افغانستان عمله بر امریکاست. بله. اگر شما امیر در مایده گنجانیدین، من کل مایده را با تمام یمو چیش جنبای ایجابی و سلبیش من میپذیرم. گفتن والا این صلاحیت خود ما نداریم. آقای اسپانتا میگشت، مشاورینش در هر اتاق میگشت، حالا زود زود مایده را زود زود بخورین، زود زود امضا کنین. من یک بار دیگه میخوایم از تریبیون تلویزیون آریانوس بگویم به ما دوستا، گفتم که او خواهرا او برادرا، من 27 سال است که استاد فاکولتی حقوق عمومی سیاسی پانتون کابل هستم، من در کمی مایده عاجز هستم، شما چطور چشم بسته این مایده را امضا میکنین و میگین حالا زود زود خطخانی؟ که فقط خطخانی، سواد نداره، دانش نداره، فهم حقوقی نداره، سیاست های منطقه و جهانی رو نمیفهمه، مایدات بین الملل نمیفهمه، نوع مایدات را که ایالات متحده امریکا با کشورهای مختلف و دولت های مختلف امضا کرده و انعقاد کرده رو نمیدونه. یک دیگه رو باید امضا داشته باشه مقایسه که ما در روی جنگ نمیدونیم. اجازه بدین یک نقطه دیگرم گپ مرا اجازه بدین تکمیل کنم. ما گفتم خیر یک کار دیگرم اگه شما قبول نمیکنید این ماده بگنجانین که با انعقاد مایده افغانستان به مسئولیت امنیتی دست پیدا کنه، یعنی چشم همسایه‌ها و چشم کسایی که جنگ نیابتی را در افغانستان به پیش میبرند چشم از او بسوزه. یا گفتن با به حساب چی بگویم با پروپاکلستر از امریکا گفتن که به محض که مایده امضا شد دیگه چشم ایران و پاکستان و همسایه‌ها میسوزه که در امور داخلی افغانستان مداخله کنه. اما ما دیدیم که با امضای مایده برخلاف دوران نسبتاً آرام آقای کرزی وضعیت به مراتب خشنتر و خرابتر شد، ولایات سقوط کرد، پس بتونیم اینجا بگیم که سقوط کرد و امروز بیشتر از 50 ولسوالی و واحد اداری افغانستان به دست مخالفان مسلح دولت است. پس بتونیم بگیم که ما نتونستیم مدیریت درست کنیم، نه اینکه ایالات متحده امریکا و جهانیان با ما به نوع از آن برخورد دوگانه کردند، اینکه ما نمیتونیم فکر نمیکنیم مشکل از ماست. ببینید امریکایی‌ها که در افغانستان آمد چند فرهنگ در اینجا نادینه ساخت، یکی فرهنگ وابستگی را، بله، دیگه فرهنگ مزدوری را. ما دو نوع مزدورا داریم، یکی مزدورای رسوا
یکی مزدورای نکتایی دار و حتی به اجازه لنگی دار و پکول دار. اینی آمدن افتخار کردن وقتی که ما را به سفارت امریکا کس دعوت میکنم، ما را به افتخار میگم. من شب میمان سفارت امریکا بودم. یک دوست دیگه هم من به میمان سفارتخانه انگلیس بودم. اینی را به یک فرهنگ تبدیل کردن. بنان کسایی که آمدن در افغانستان چون مبنای مشروعیتشان مردم نبود، مبنای مشروعیتشان حمایت خارجی بود. یک فرهنگ است که طی 16 سال گذشته امریکا و غرب در افغانستان آوردن. کیا میتونه مورد حمایت غرب قرار بگیره؟ و عوام الناس هم متاسفانه به همین فرهنگ مبتذل آغشته شدن که والا اینی آدم مورد حمایت خارجی است، ما هم باید دنبال می بریم. با گپی که پیشتر آقای صمیم اشتباه نامشان اشتباه نکنم اشاره کرد، برخلاف که آقای صمیم میگه که ما ملت واحد نیستیم، ما کلن این گپ رد میکنم. ما یک ملت واحد مسلمان هستیم، اما دشمن های اسلام آمدن، بحث قومیت، بحث سمت، بحث نژاد با نام الترناتیف، با عنوان الترناتیف اسلام مطرح کردن، کوشش کردن که نقش اسلام در زندگی ما کم رنگ بسازن. رای حل چیز با عنوان یک استاد، چیزی را که من نفی میکنم و چیز را به عوضش به اثبات میرسم، من میگم رای حل است که ما به اسلام رجوع کنیم. اسلام یگانه رمز وحدت ملی افغانستان است و اسلام میتواند ما به عنوان یک ملت صبور، شکیبا، ایستا و مقاوم در برابر هر نوع مداخله منفی دشمنای رنگارنگ افغانستان اسلام بسازد. و الا ما اگر پشت انتظار ملت سازی با ترمینولوژی و تفکر غربی باشیم، ما همچنان به جزایر مختلف قومی و مذهبی و سمتی تقسیم خواهیم شد و بیشتر از این متضرر خواهیم شد. تشکر. آقای سالی، بیایم بر نگرانی روسیه. روسیه نگران گسترش داعش در افغانستان است و میگه که ما دقیقاً گسترش داعش در افغانستان تهدید است برای مسکو. این گفته و این سوال چقدر منطق دارد؟ من را قبلا خدمت شما گفتم که منطقش پیش روسا بسیار بزرگ است. همونطور که در سوریه میبینیم اینا رفتن مستقیم مداخله کردن، گروپ های اول داعش، بعد متباقی مخالف بشار الاسد را اونجا کوبیدن و دست برتر را گرفتن. ایالات متحده امریکا امروز شاخ به شاخ شده تقریبا با روسا در اون منطقه. در افغانستان هم رقابت اید و قدرت بزرگ به او شکل اگر نباشه ما نمیتونیم نفیش بکنیم، ولی اگر وضعیت به اینمی منوال پیش بروه و اینمی پراگندگی و ای هرج و مرج در افغانستان وجود داشته باشه، خب رقابت اونها هم در افغانستان سنگین تر خواهد شد و وضعیت افغانستان هم خدای نخواسته به همو شکلی که در سوریه و عراق هم حالا وضعیت بهتر از یمن بگوییم، خدای نخواسته وضعیت افغانستان هم به همو طرف کشانیده خواهد شد. یعنی هرگاه این تضادها گسترش بیابد بالاخره چاقتر شد افغانستان در وضعیت سوریه خواهد شد. در این هیچ شک وجود ندارد. یا بالاخره مشخصتر بگوییم برمیگردیم به دهه 70 خود افغانستان. شما ببینید دهه 70 به شکلی بود که افغان ها بین خود می جنگیدن و گروه هایی که حمایت می شدن از خارج به این اندازه افغانستان مورد توجه و مهر دنیا و جامعه بین المللی و علاقه شان هم نبود که چه باشه. حالا اینا نیروهای خودشان در افغانستان حضور داره و روسا هم روسای دهه 70 نیستن که بعد از اتحاد جماهیر شوروی اونا یلسین در از قدرت باشه و یک کشور از کشورهایی که تحت قیمومیت ایالات متحده امریکا بوده باشه. روسیه امروز روسیه پوتین است. این روسیه میخواهد مقابله بکنه در برابر افغانستان و جایگاه روسیه را در نظام بین الملل برابر به ایالات متحده امریکا حداقل بسازه که جهان از یک قطبی بودن خلاص بکنه. او بحث چیده شما یک موضوع دیگر بر ارتباط افغانستان بسیار کوتاه خدمت شما عرض میکنم. استاد محترم اشاره فرمودن به مسائل حقوقی و قانون اینا، همینطوری که خودشان فرمودن افغانستان یک کشوری است که در اینجا مسائل حقوقی و کتابی اینا بسیار جواب نمیده. بله، جواب به این نمیده که غولای سرمایه و ثروت و نظامیگری و مافیا در افغانستان پای خود پیش کردن و در اینجا جنگ هم دامن میزنن، سلاحشان هم میفروشن، مواد مخدر قاچاق میکنن. چی این مسائل حقوقی و قانون و آقای اسپنتا و اینا به خاطر همی فریب ذهن چند تا آدم در این وطن متاسفانه صورت میگیره. ما به فکر ازی باشیم که یک محوریت
پیدا بکنیم که کل مردم ما بتوانند در اون محوریت جمع شوند. همون چیزی را که استاد گفتن، اسلام میتونه یک محوریت بزرگ باشه تا مردم ما را جمع کنه، یا یک برنامه باشه یا یک کاریزمای شخصیت باشه تا مردم خودشان تصمیم بگیرن که نظامشان چگونه باشه، دوستی و دشمنیشان با کشورهای همسایه و کشورهای دور به چه اساسی کار بکنه. تشکر آقای صمیم. روسیه نقد بر مبارزه جهانیان به خصوص غربی ها و متحدان افغانستان در امر مبارزه با داعش در افغانستان دارد. میگن اونا مبارزه آنچنانی با داعش و گسترش داعش در افغانستان نکردن. موافق هستین با این دیدگاه؟ مخکل دید چی دی پوکتن تا جواب بایم استاز فکر کنز ما خبر اصلا من نور وقتستا ما هم اینی دقیقه هدف پوچی مسلمانان یو افغانان یو باید متحد بوسیگو وس چی دی بامیانو دلار دی برق دی را تیرولو لپاره یو میلیون کسان را باسو او په کندوز کې چې هر څه تیریږي خلک په پچریو کې پراته دي مړه او د دې لپاره یو کابلای زما په شمول ستا په شمول نه راوځي او غږ نه پورته کوي. د دې معنی څه ده؟ د دې معنی دا ده چې موږ دعوا او عمل هم سره بیل ده. نو باید دعوا او عمل سره یو وي. بل د روسانو تشویش واقعاً دغه تشویش ته دوی دا فکر کوي چې د داعش په وړاندې مبارزه په افغانستان کې د دوی له خوښې سره سمه نه ترسره کیږي. د دوی تشویش دا دی چې داعش په منځنۍ آسیا ته او همداراز روسیې ته لاره پیدا کړي او د دوی لپاره به دردسر وي. نو د دغه تشویش په نتیجه کې دوی طالبانو حمایت مخه کړي چې په طالبانو باندې داعش ووږي په افغانستان کې. هغه که طالبانو زه وځلم که بل کندوزی وازو که هلمندی وازو دیت مهمه نه ده، منافق خپل ګټ مهمه. پس انتظار جنگ جدید بالاخره شکل جنگ جدید در افغانستان باید داشته باشه. بالکل موږ مخکې هم ویلید جګړه پردی د ترڅوسی پردی عوامل ورک نسی په هیڅ صورت جګړه نه آرامیږي نور هم توندیږي موږ د بدبختی خواته کړل. چرا به صد هم جنبندی بحث با شما میکنیم. حالا هر کس در نظام بین الملل در پی منافع خود هستند. ایالات متحده آمریکا مگر با ما شما پیمان استراتژیک عقد کرده دقیقا منافع ملیشون رو کمک کرده. اگر ما هم به نوع از آنها رفتیم با ایالات متحده آمریکا حالا پیمان عقد کردیم از دید رهبران حکومت وحدت ملی منافع ملی افغانستان چون رو کمک کرده. جنگ در افغانستان همچنان ادامه دارد. جنگ شوایش تغییر میکنه. آقای صمیم گفتند که جنگ افغانستان جنگ خارجی است و ما در رو آنقدر نقش آنچنانی نداریم، فقط ما چوب سوخت هستیم. جنبندی رو میخوام و شما بشنم که چگونه امکان دارد که افغانستان حداقل وضعیت کنونیش بهتر شود؟ ما باید با جنگ و جنگ افروزار نبوگیم. تلاش های سال وسیع شود، حکومت تحت فشار قرار بگیره، مخالف های مسئله دولت که یک بخشش برای بری آقای کمانتیار وارد بدنه قدرت سیاسی میشه متباقی هم تشویق شود. و اما قسم آقای جان کری در آشه نشست بروکسل گفت که با طالبا گفت که شما از حزب اسلامی یاد بگیرین و با زور ما را نمیتونین از افغانستان بکشین و با آمدن صلح قوای خارجی ممکن است از افغانستان خارج شه. یک از پیشرتای آقای حکمتیار در مایده صلح با دولت ممی است. من فکر میکنم که اگر در قاعده یک حرکت وسیعی که لله الحمد ما را برانداختیم و یک حرکت است که مورد حمایت مردم است و اجتماع بزرگی را که ما در مسجد عیدگاه در 12 سنبله با اشتراک هزارها نفر برگزار کردیم، این یک نوید است بر ملت مظلوم افغانستان که ملت باید دیگه از بیسی و بی‌تفاوتی و از جزایر قومی و مذهبی بیرون بره. استاد بخوام اینجا بپرسم، با معذرت شما گفتین که یک اجتماع بسیار بزرگ در حضور هزاران نفر بالاخره برگزار کردین. ما شاهد بودیم. چرا مو اجتماع را حالا به خاطر نگفتن با وضعیت کنونی دایر نمیکنه؟ اجازه بدین ما امی لحظه در صدد هستیم که اجتماع بزرگی را در شهر ایرات برای حمایت از صلح برگزار کنیم و از وطندارا و شهروندای با فرهنگ و با عزت ایرات خواهش میکنیم که با ندای صلح که ندای اسلام است و صلح و خیر امر اسلام است، فاصل و بین اخوایکم یک اصل دینی است، ملت باید بسیج شود. تا وقتی که در قاعده حرکت صلح‌خواهی قوی نشه، تا وقتی که ملت در پشت فریاد صلح و استغاثه صلح و حکم صلح قرار نگیره، به ضرر منافع ولایت افغانستان این جنگ خانه برانداز ادامه خواهد یافت و هر روز از ملت مظلوم افغانستان قربانی های بیشتر خواهد گرفت. پس ما فکر میکنم که جنگ راه حل نیست و
و ما باید در قاعده ملت بسیج بسازیم. تشکر میکنم از تلویزیون شما، تشکر میکنم از دوستای عزیزم که در کنار ما ششته. بیاین که ملت برای مقابله با جنگ و جنگ افروزا و جنگ نیابتی معایای قربانی هست که بیشتر بسیم، چرا سن بدون قربانی در افغانستان تامین نخواهد شد. تشکر جناب استاد آقای صمیم و آقای سالی از حضورتان در بحث ما بینید. آقای عزیز تشکر شما هم. با امید روزی که شاهد صلح سراسری در افغانستان باشیم، شما را به الله بنیاز بسپارم.